به هارت تاک خوش آمدید. من استیون ساکر هستم. معرفی واکسن های کووید 19 امیدها رو برای مهار ویروس افزایش داده. اما برای اینکه واکسیناسیون مؤثر واقع بشه، یه تلاش همه جانبه جهانی لازمه. ولی نشانه هایی که فعلا میبینیم چندان مثبت نیست. در کشورهای ثروتمند غربی به همین زودی ده‌ها میلیون شهروند واکسینه شدند، در حالی که فقرای دنیا باید حالا حالها منتظر بمونن. در همین مدت کم عبارت آپارتاید واکسن ابداع شده. مهمان امروز من دکتر سومیا سوگامیناتن، دانشمند ارشد سازمان جهانی بهداشت. آیا نابرابری در دسترسی به واکسن نبرد علیه کووید رو تضعیف میکنه؟ خانم دکتر سومیا سوامیناتن در ژنو به هارت تاک خوش آمدید. سلام استیون، ممنونم که منو به برنامه دعوت کردی. حضور شما در برنامه موجب خوشحالیه. بذارید با مروری کلی شروع کنیم. آیا هیچ دلیلی هست که باور کنیم داریم این همه‌گیری جهانی رو مهار می‌کنیم؟ ببینید، یک سال پیش دبیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کووید 19 عامل ایجاد وضعیت اضطراری در سلامت مردم در ابعاد جهانی است. این در 30 ژانویه 2020 بود. او گفت مجال کمی در اختیار کشورهاست، در اختیار همه ما، تا ویروس رو مدیریت کنیم و نذاریم به یه همه‌گیری گسترده تبدیل بشه. حال یک سال گذشته و ما در موقعیتی هستیم که از مرز 100 میلیون ابتلا عبور کردیم. بیش از 2.2 میلیون نفر مردند و اینها تازه آماری است که ثبت شده. اما در این حال ما حالا ابزارهای تازه‌ای داریم که یک سال پیش نداشتیم. مهمتر از همه واکسن هایی است که در اختیار داریم. امکانات زیادی هم برای تشخیص و درمان داریم. و اگر این امکانات رو عاقلانه و به طور برابر به کار ببریم، فرصت کوتاهی دیگری خواهیم داشت که بتوانیم از ویروس پیشی بگیریم. در این مقطع به نظر میرسه که ویروس دست بالا رو داره، چون قابل سرایته. در بسیاری از نقاط دنیا داره به سرعتی سرسام‌آور منتشر میشه، جهش پیدا میکنه، تغییر میکنه تا خودش رو طوری سازگار کنه که بهتر بتونه از فرد به فرد سرایت پیدا کنه. اما من فکر میکنم تا به حال سابقه نداشته که مردم و به خصوص دانشمندها با این سرعت دست به دست هم بدن و برای مقابله با ویروس ابزارهای جدید بسازن. در حال حاضر سوال اینه که چطور این ابزارها رو به شکلی برابر، عادلانه و بر پایه اصول اخلاقی و علمی به کار ببریم تا از ویروس پیشی بگیریم. تا حد زیادی بستگی داره به اینکه در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه خواهیم کرد. اما اگه شما میگید که ویروس در حال حاضر دست قوی‌تر رو داره، برداشت من از حرف شما اینه که از ابزارهایی که پدید آوردیم به نحو عاقلانه استفاده نمی‌کنیم. بله، میدونید، فکر میکنم ما خیلی زود فهمیدیم که این ویروس چطور گسترش پیدا میکنه و این رو هم میدونیم که برای بازداشتن این ویروس از سرایت فرد به فرد باید چند کار رو با هم انجام داد. برای مثال، باید فاصله فیزیکی میان مردم رعایت بشه. باید از گرد همایی و ازدحام اشخاص جلوگیری بشه. همه باید ماسک بزنن. نمونه ها نشون میدن که ماسک زدن همگانی در کوتاه مدت حتی از واکسیناسیون در کاهش مرگ و میر مؤثرتره. و البته باید اصول بهداشت رو رعایت کنیم و دستامون رو بشوییم. باید در مکانهای قرار بگیریم که هوا به خوبی تهویه میشه و باید از حضور در فضاهای بسته و دارای جمعیت انبوه خودداری کنیم. و بعد دولت‌ها باید سازوکارهایی رو به اجرا بذارن که امکان ردیابی زود هنگام موارد ابتلا فراهم بشه تا بتونن مبتلاها رو قرنطینه کنن. و کسانی که قرنطینه میشن باید حمایت بشن، چون خیلی ها این ظرفیت و امکان رو ندارن که خودشون رو قرنطینه کنن. گاهی مردم حتی در محل زندگیشون یه اتاق مجزا ندارن که بتونن از دیگران دور بمونن. بنابراین حمایت از قرنطینه شدن، کم کردن تماس افراد با هم، ردیابی و پیگیری موارد ابتلا و اجرای اقدامات ضروری بهداشت عمومی مواردی هستند که اتفاقا در بسیاری از کشورهایی که به اجرا در اومدن مؤثر بوده. بله، ما با این اقدامات آشناییم و راستش رو بخواید ما هاست که از ماهیتشون با خبریم. اما چیزی که وضع رو متفاوت میکنه و خیلی ها امیدوارانه اونو به چشم نقطه عطفی میبینن، معرفی انواع گوناگون واکسنه.
ولی در میانه ماه ژانویه رئیس شما دکتر تدروس در مورد نحوه توزیع واکسن از عین عبارت او رو نقل می‌کنم قصور فاجعه بار اخلاقی صحبت کرد. او گفت که 39 میلیون دوز واکسن تا همون هنگامی که او در حال صحبت بود در کشورهای پردرآمد توزیع شده بود، در حالی که به گفته او فقط 25 دوز واکسن، نه 25 هزار یا 25 میلیون، بلکه فقط 25 دوز واکسن به مناطق جنوب صحرای آفریقا تحویل داده شده بود. حالا اگه بگیم که این یه قصور اخلاقی در ابعادی فاجعه بار بوده که چند هفته پیش صورت گرفته، سوال اینه که آیا هیچ اقدامی برای اصلاحش انجام شده؟ Yes, that's what we've been working. بله، این همون چیزیه که ما در چند ماه اخیر بهش پرداختیم. میدونید ما به استناد نمونه‌های تاریخی میدونیم که همواره دسترسی به فرآورده‌های دارویی در کشورهای پردرآمد و کم درآمد یکسان و همزمان نیست. اگه مثال ویروس HIV رو در نظر بگیریم، باید بگیم بیش از یک دهه طول کشید تا درمان‌های ویروس پسگردی در اختیار ساکنان آفریقا قرار گرفت و در این فاصله 12 میلیون آفریقایی بر اثر HIV مردند. همین اتفاق در مورد H1N1 هم افتاد. خوشبختانه این از مواردی نبود که باعث مرگ و میر پرشمار بشه. به همین دلیل بود که در آوریل 2020 سازمان جهانی بهداشت با نمایندگان چند کشور، مؤسسه و نهادهای جهانی بهداشت، به ویژه اتحاد واکسن و ائتلاف نوآوری‌ها برای آمادگی در برابر همه‌گیری در زمینه واکسن دور هم آمدند تا برنامه شتاب دهنده دستیابی به ابزار کووید 19 و طرح کوواکس رو بزنن. اما تحریک و واکس که به طور مشترک از اتحاد واکسن، ائتلاف نوآوری ها برای آمادگی در برابر همگیری و سازمان جهانی بهداشت تشکیل شده، هم به تسریع، ترویج و تسهیل تولید واکسن میپردازه و هم به تضمین دسترسی برابر و عادلانه به واکسن توجه داره. اما دکتر سوامیناتن، این تسهیلات جواب نمیده. برنامه کوواکس اعلام کرده که اگه بخت باهاش یاری کنه ممکنه بتونه تا پایان نیمه اول امسال 3% مردم فقیرترین کشورها رو واکسینه کنه. فقط 3%. ما اینجا در بریتانیا تا همین حالا حدود 15% جمعیت رو واکسینه کردیم و در اسرائیل بین 33 تا 34% مردم واکسینه شدن. این تصور که میان دنیای ثروتمندها و دنیای فقرا یک نابرابری اساسی وجود داره بسیار ریشه داره و بر هر باوری مبنی بر اینکه همه دنیا متحد شده تا ویروس کرونا را شکست بده به شدت ضربه میزنه. بله، ببینید ما میدونستیم که میان عرضه و تقاضا شکافی وجود خواهد داشت، به خصوص در ماهای اول سال. اول از همه باید این واقعیت رو اذعان کنیم که ما 314 روز بعد از اعلام تمام توالی ژنوم ویروس سندروم حاد تنفسی به یک واکسن ثبت شده دست یافتیم. کاملا غیر منتظر است. دوم اینکه واکسن های اولیه 95% کارایی داشت و باز این چیزی بود که هیچ کس انتظار نداشت. انتظارات ما از تمام واکسن ها بیش از اینه. ما در حال حاضر بیش از 200 واکسن داریم که از بین اونها 63 واکسن در مرحله تولید بالی نیست. بنابراین خط تولید محصولات قوی است. ظرفیت های تولید و ساختاره در همین لحظه که صحبت میکنیم افزایش پیدا میکنه. بنابراین در ماهای پیش رو شاهد این خواهیم بود که صدها میلیون دوز واکسن به کشورهای مختلف وارد بشه. طرح کوواکس همین تازگی فهرستی نشانگر چگونگی تخصیص واکسن به همه 190 کشوری که عضو طرح هستند فرستاده و به اونا اطلاع داده که طی چند ماه اول سال چه چیز رو به احتمال دریافت خواهند کرد. کار در مقیاسی کوچک شروع میشه، اما توزیع واکسن بر مبنای اصول و توزیع عادلانه صورت خواهد گرفت. بنابراین در فوریه ببینید، من مشخصا پرسیدم سازمان جهانی بهداشت فکر میکنه که میتونه چه کار کنه تا توزیع عادلانه تر رو شتاب ببخشه. برای مثال مارگارت هریس که از همکاران شما در سازمان جهانی بهداشته، این پیام رو برای مردم و دولت بریتانیا فرستاد و گفت وقتی شما واکسیناسیون گروه‌های آسیب پذیر خودتون رو که عبارتند از کارکنان بخش بهداشت و درمان و افراد بالای 70 سال کامل کردید، پیامی که به مردمتون در بریتانیا باید داده بشه این باشه که شما حالا میتونید صبر کنید. بعد هم باید توجهتون رو بر این موضوع معطوف کنید که واکسنی که حالا در اختیار دارید حتما به شکل عادلانه‌ای در دنیا توزیع بشه. چون به گفته او بیشک رفتار اخلاقی همینه. با این حساب آیا پیام سازمان جهانی بهداشت به مردم بریتانیا اینه که وقتی آسیب پذیرترین افراد واکسینه شدن، بریتانیایی ها باید بپذیرن که واکسن ها به نقاط فقیرتر دنیا فرستاده بشن تا از آسیب پذیرترین افراد در اون نواحی حمایت بشه؟
Yes, exactly. بله، دقیقا همینه. زمانی که ما این طرح تخصیص عادلانه و توزیع برابر رو تدوین کردیم، میدونستیم که میزان عرضه محدوده و به همین دلیل گروه هایی که باید واکسن دریافت کنند رو اولویت بندی کردیم. روشنی که یک گروه خدمه و کارکنان پزشکی و درمان هستند، پس باید از اونا محافظت بشه که بتونن از بیماران مراقبت کنند تا نظام های بهداشت و درمان به فروپاشی دچار نشن. بعد هم البته گروه سالمندان و کسانی هستند که خطر ابتلا به ویروس و احتمال مرگ بینشون زیاده. این افراد حدود 15-20% جمعیت یک کشور رو تشکیل میدن. اون 3% هم که شما پیشتر گفتید در بیشتر کشورها کارکنان بخش درمان و خط مقدم هستند. ما میگیم بیایید اول در تمام دنیا از این افراد محافظت کنیم، پیش از اون که به دیگر گروه های اولویت بندی شده بپردازیم و بزرگ سالهای سالمتر رو واکسینه کنیم. اون دیگه پایان کاره. این که اون اندازه از جمعیت رو واکسینه کنیم که ایمنی جمعیتی به وجود بیاد و زنجیره سرایت قطع بشه و ویروس دیگه یه همه‌گیری نباشه. ولی شما باید میزان مرگ و میر رو کاهش بدید. باید جلوی مرگ و میر قابل پیشگیری رو گرفت و این فقط وقتی انجام پذیره که ما افراد آسیب پذیر رو در همه جای دنیا واکسینه کرده باشیم. اما آیا شما متوجه هستین که در پیامتون چه مشکل سیاسی عمیقی نهفته است؟ چون شما دارید به مالیات دهنده ها، یعنی کسانی که از پول مالیاتشون استفاده شده تا صدها میلیون دوز واکسن تهیه بشه برای دولت بریتانیا یا دولت آمریکا یا کانادا و کشورهای ثروتمند دیگه، دارید به اونا میگید که نه، قرار نیست واکسنی به شما داده بشه. دولت شما حالا قراره که همه واکسن‌های باقی مونده رو که خریده به نقاط فقیرتر جهان بفرسته. آیا شما واقعا به جد فکر می‌کنید که چنین چیزی در جهان ثروتمند با استقبال روبرو بشه؟ فکر می‌کنید شهروندان ما استدلال شما رو بپذیرن؟ ببینید، چندین کار هست که ما کشورها و تولیدکنندگان واکسن می‌تونیم انجام بدیم. اولین مورد اینه که هزینه ساخت بسیاری از این واکسن از منابع عمومی از جمله سازمان‌های بشردوستانه و مشارکت‌های بخش خصوصی و دولتی تأمین شده و اینها درخواست می‌کنند که شروطی مبنی بر دسترسی عادلانه به واکسن پس از تولید لحاظ بشه. این درسته که بسیار از کشورهای پردرآمد در فرایند ساخت واکسن‌ها واقعاً سرمایه‌گذاری‌های کلان کردند و این روند در طول سال‌ها ادامه داشته و خط مشی‌ها در طول سال‌ها شکل گرفته. یه کاری که میتونیم انجام بدیم گسترش تولیده. شرکت‌هایی که دارای واکسن‌های موفق هستن میتونن و باید با دیگرانی که در نقاط مختلف دنیا ظرفیت تولید، ظرفیت آزاد تولید دارن همکاری کنن تا تولید رو واقعاً افزایش بدیم. نکته سوم پیام دادنه. بدیهیه که در اینجا یه پیام همبستگی جهانی وجود داره. این یه پیام بشریه. جان انسان در هر کشوری ارزش یکسان داره و نباید تبعیضی باشه. ما از هیچ کشوری نمی‌خوایم که مردم رو محافظت نکنه. So while we're not, you know, asking any country not to protect. Yes, forgive the interruption. بله، ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم. اون چیزی که ما به خصوص در اروپا و در سرزمین‌های ثروتمند می‌بینیم چندان شباهتی به همبستگی نداره، بلکه ما شاهد ناسیونالیسم واکسنی هستیم. ما دیدیم که بر سر عرضه واکسن آکسفورد استرازنکا دعوایی اساسی در گرفت. اتحادیه اروپا تهدید کرد که جلوی صادرات تمام واکسن‌های تولید شده در کشورهای عضو اتحادیه رو به مقاصد بیرون از اتحادیه خواهد گرفت، چون میگفتن حاضر نیستن ببینن واکسن‌ها از کشورهای اتحادیه بیرون برن، در حالی که اونا واکسن‌هایی رو که مدعی بودن سفارش داده و پولش رو هم پرداخته بودن هنوز دریافت نکردن. در چنین فضایی از ناسیونالیسم واکسنی که صادقانه باید گفت داره در گوشه و کنار دنیا گسترش پیدا می‌کنه، شما چه امیدی به این احساس همبستگی جهانی دارین؟ خب میدونید، ما آدم‌ها اونقدر به شکل‌های گوناگون به هم مرتبط هستیم که واقعاً غیر ممکن خواهد بود که کشورها مرزهاشون رو به روی هم ببندند. چون اگه شما نگاه کنید می‌بینید که واکسن‌ها همه در یک جا ساخته و تولید و بسته‌بندی نمی‌شن. مواد خام در یک گوشه دنیا تهیه میشه و آماده سازی نهاییش در جای دیگه‌ای صورت می‌گیره و بعد بسته‌بندی و توزیع میشه. بنابراین کشورها ناگزیرن در این زمینه همکاری کنند. به نظر من این همون مقطعی است که ما باید واقعاً دست به دست هم و فقط هم بحث اخلاق و اصول اخلاقی مطرح نیست، بلکه بحث اقتصاد هم مطرحه. اگر جزایری در دنیا داشته باشیم که خیلی خوب تحت محافظت باشن و همه جمعیت ساکن اونها هم ایمن باشن و بعد همه‌گیری در بقیه دنیا شیوع گسترده داشته باشه، گونه‌های جدید پدیدار میشن و ویروس همچنان تکثیر رو پخش میشه. اینطور نیست که اونا جرأت عبور از مرز رو نداشته باشن و بعد ویروس‌ها دوباره برمیگردن و مردم رو از نو مبتلا میکنن. بماند که عده زیادی هم در کشورهای
دسترسی به واکسن ندارند بیدلیل تلف میشن. یک تحلیل اخیر اقتصادی که به وسیله اتاق بازرگانی بین‌المللی انجام شد نشون داد که اگه ما واکسن رو به شکل عادلانه توزیع نکنیم، جهان در سال 2021 ممکنه با خساراتی معادل با 9.2 تریلیون دلار روبرو بشه و نیمی از این خسارت بر دوش کشورهای پردرآمد خواهد بود. دکتر سوامیناتن، شما مسئول ارشد علمی سازمان جهانی بهداشت هستید. بذارید یه اشاره مختصر کنیم به بحث‌ها و شایعات زیادی که راجع به مؤثر بودن واکسن‌های گوناگون به گوش میرسه، چون در این زمینه هم اطمینان و اعتماد مردم بسیار مهمه. پرزیدنت مکرون در فرانسه درگیر و دار به گومگوی با استرازنکا تاثیرگذاری واکسن‌ها رو مطرح کرد و با اشاره به واکسن آکسفورد استرازنکا گفت: من حتی مطمئن نیستم که این واکسن برای افراد بالای 65 سال مؤثر باشه. ممکنه مؤثر نما باشه. وقتی شما می‌بینید که رهبران سیاسی بی‌محابا وارد بحث‌های علمی میشند و اظهار نظرهایی می‌کنند که به نظر میاد بیشتر برآمده از سیاست تا علم، آیا نگران تأثیر این اظهار نظرها بر اعتماد مردم هستین؟ بله، ما میدونیم که همواره پذیرش واکسن ها با چالش های روبرو بوده و این چالش ها در بعضی کشورها بیشتر از دیگر نقاط دنیاست. این واقعا مهمه که ما به دانسته های علمی، داده ها و شواهد توجه کنیم و اجازه بدیم نهادهایی که موظف به بررسی این داده ها هستند، از قبیل سازمان ها و کشورهای ناظر و دیگر تشکیلاتی که برای این هدف به وجود اومدن، اونا رسما اظهار عقیده کنن و نظرشون رو اعلام کنن. اون وقت به این نهادها و از جمله سازمان جهانی بهداشت که سیج یا گروه مشورتی راهبردی کارشناسان رو در اختیار داره اعتماد میکنیم. گروه سیج گروه مستقله که در زمینه مسئولسازی برنامه عمل ارائه میده و علاوه بر این ما گروه های ناظر و ارزیابی داریم. این گروه ها البته با ناظران در سراسر دنیا همکاری میکنند. اما زمانی که گروه ارزیابی واکسنی رو بررسی و تایید کرده باشه، میتونیم اعتماد کنیم که اون واکسن مؤثر و بی‌خطره و بر اساس استانداردهای کیفی تولید شده. بنابراین فکر میکنم در این مورد بحث نظرات افراد مطرح نیست، بلکه این مطرحه که داده ها چی نشون میدن. تا اینجا اونطور که من دیدم، همه نتایجی که دیدیم، بعضی در بیانیه های رسانه و بعضی در نشریات، بسیار امیدوار کننده است و حاکی از این واقعیت است که ما میتونیم واکسن های ایمن و مفیدی داشته باشیم. ببخشید که باز حرف شما را قطع میکنم، اما وقتی به گوشه و کنار دنیا نگاه کنید، چون ما نباید فقط بر غرب تمرکز کنیم، واکسن چینی سینوفارم، واکسن روسی اسپوتنیک وی را میبینید. بعضی ها در اروپا حتی میگن اصلا ما میریم برای خرید این واکسن ها قرارداد ببندیم، چون به دست آوردن این واکسن ها خیلی راحت تر از به دست آوردن بعضی واکسن هاست که در اروپا و غرب ساخته میشن. آیا شما میگید که سازمان جهانی بهداشت کاملا خوشنود و مطمئنه که همه این واکسن های گوناگون هم بی خطر و هم مؤثرند؟ چیزی که من گفتم این بود که وقتی ما داده ها رو بررسی کرده باشیم و هیئت کارشناسی بگه که میشه این واکسن ها رو در فهرست کاربرد اضطراری قرار داد و گروه سیج هم برای اون برنامه عمل ارائه بده، ما راضی هستیم. در حال حاضر ما فقط واکسن فایزر رو در فهرست کاربرد اضطراری داریم، اما داریم با 12 تولید کننده دیگه کار میکنیم و من مطمئنم که در هفته های آینده نام های دیگه ای رو هم به فهرست واکسن ها اضافه میکنیم. اما من اینو نمیگم که همه واکسن هایی که در دست رسن مفید خواهند بود. ضمن احترام به حرف شما، آیا فکر نمی کنید که باید شتاب کنید؟ ببینید، بریتانیا مجوز استفاده اولین واکسنش رو اوایل دسامبر صادر کرد. حالا ما در اوایل فوریه هستیم و شما میگید که تا حالا فقط تونستید یه واکسن رو به طور کامل تایید کنید و ممکنه چند هفته طول بکشه تا واکسن های دیگر رو تایید کنید. چی باعث میشه که دیر اقدام کنید؟ این نکته خیلی خوبیه. ما واقعا تولید کنندگان واکسن رو تشویق میکنیم، حتی اونایی که در مرحله اولیه تولید هستن، که با داده هاش رو پیش ما بیان، چون هرچه زودتر ما داده ها رو ببینیم زودتر میتونیم آماده بشیم. برای مثال واکسن استرازنیکا در دست کم 8 پایگاه در جهان در دست تولیده. بنابراین فقط پایگاه بریتانیا نیست که واکسن تهیه میکنه، ما باید پایگاهایی رو که قراره برای طرح کوواکس واکسن تهیه کنند رو ببینیم و بررسی کنیم و لذا باید پرونده به پرونده
تک تک پایگاه‌ها رو بررسی کنیم، اما هر چه زودتر دست به کار بشیم بهتره. ما با اونا مشغول کاریم و اونها هم همیشه داده‌هایی رو که ما به دنبالش هستیم ندارن. به همین دلیل این روند مدتی طول می‌کشه، اما مسلماً تلاش داریم که به اون سرعت بدیم. ما می‌خوایم که این واکسن‌ها هر چه زودتر استفاده بشن. حتماً همینطوره، چون همونطور که پیشتر گفتید این جریان کماکان مثل مسابقه است با زمان و با توان جهشی ویروس. خبرهایی که ما هر روز میشنویم تا چه حد شما رو به هراس میاندازه، به خصوص جهش آفریقای جنوبی کووید 19، چون چندین شرکت تولید کننده واکسن حالا میگن که بله، شواهدی هست که نشون میده تاثیر واکسن های اونا علیه نوع جهش یافته آفریقای جنوبی ویروس که گویا بسیار مقاومه به میزان قابل توجهی کمتره. در بریتانیا به تازگی اعلام کردند که این نوع ویروس در 8 نقطه پیدا شده و ظاهرا هیچ ارتباطی هم بین بروز این موارد و سفر به آفریقای جنوبی در کار نبوده. بنابراین به نظر میرسه که شاید ویروس در کشورهایی مثل بریتانیا داره موندگار میشه. سازمان جهانی بهداشت چقدر نگرانه که این نوع خاص جهش یافته بتونه ما رو با سطح تازه‌ای از تهدید روبرو کنه؟ بله، ما نگران هستیم، اما چندان متعجب نیستیم، چون ویروس ها مدام جهش پیدا میکنن و ما در یک سال گذشته این تغییرات رو دنبال کردیم و در واقع قبلا یک مورد جهش یافته ویروس داشتیم به نام 614 که در اولین ماهای بهار سال پیش گسترش پیدا کرد، اما اخیرا دیدیم که گونه های جدید دیگه ای پدیدار شدن. 217 در بریتانیا، 501 Y2 در آفریقای جنوبی و نوع بیوان در برزیل. ما نگرانیم چون ویروس ها جهش پیدا می کنند تا تکامل یافته تر بشن و قابلیت سرایت خودشون رو بیشتر کنند. این ترکیب های جهشی که الان در پروتئین اسپایک می بینیم در وهله نخست به ویروس ها امکان میده که افراد رو بیشتر مبتلا کنند. همون چیزی که در مورد گونه 217 در بریتانیا می بینیم که قابلیت سرایتش 1.5 بیشتره و شاید از نظر بالینی هم کمی شدیدتر باشه. در مورد گونه آفریقای جنوبی باید گفت جهش خاصی داره که بر اتصال پاتن به پروتئین اسپایک اثر میذاره و در نتیجه ما میبینیم که هم در سنجش‌های آزمایشگاهی و هم در افرادی که در آزمایش‌های واکسن شرکت کردن به نظر میرسه توانایی پاتن برای خونسا کردن اون نوع به خصوص ویروس ضعیف‌تر شده. البته این توانایی کاملا از بین نرفته، چون این واکسن‌ها همچنان مؤثر هستن، اما در مقایسه با افرادی که به ویروس طبیعی دچار شدن و یا حتی کسانی که به گونه بریتانیایی ویروس مبتلا شدن تأثیر کمتری داره. بنابراین نگران کننده است، ولی میشه از اون به دو چیز پی برد. یکی این که باید زودتر و پیش از اون که این گونه های جهش یافته گسترش پیدا کنند واکسیناسیون رو به سرعت انجام بدیم. دوم این که واقعا باید تلاشمون رو صرف این کنیم که چرخه انتقال ویروس رو کاهش بدیم و تا حد ممکن متوقف کنیم تا ویروس ها فرصت نداشته باشن که بیش از این جهش پیدا کنند. و نکته آخر، خیلی از ما مردم در سراسر دنیا دوست داریم باور کنیم که معرفی و ارائه واکسن ها در نهایت به این ختم میشه که بتونیم بگیم دنیا کووید 19 رو شکست داده و میشه تا حدی روال عادی زندگی رو از سر گرفت. من هرچه بیشتر حرفای شما رو میشنوم بیشتر برام این سوال پیش میاد که آیا این تصور و برداشت ما اشتباه نیست؟ آیا باید تصور کنیم که تا آینده نامعلوم با کووید 19 سر و کار خواهیم داشت؟ ببینید، ما به طور حتم همگی رو پشت سر میذاریم. هیچ شکی در این مورد نیست. قرار نیست همیشه به این شکل زندگی کنیم. بستگی داره به اقداماتی که برای مهار سرایت صورت میدیم، به ارائه و توزیع عادلانه واکسن و دیگر امکانات تشخیصی و دارویی و به اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ در سطح دنیا. در این حال ویروس ممکنه باقی بمونه، ممکنه به صورت همه‌گیری بومی در بیاد. ما هنوز نمی‌دونیم که این اتفاق می‌افته یا نه، اما اگه یه ویروس کرونای دیگه باشه میتونیم از عهده مهارش بر بیاییم. بنابراین ما می‌خوایم که این مرحله شدید همه‌گیری رو پشت سر بذاریم، اما وقتی آینده رو در نظر می‌گیریم البته روشنه که باید در زمینه بهداشت و درمان عمومی، آمادگی برای بحران، نظام‌های درمانی قوی و پوشش همگانی درمان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بکنیم. اما در این حال عقیده من دنیا به یک الگوی جدید برای مقابله با چالش‌های جهانی تندرستی و بهداشت عمومی نیاز داره و اینجاست که ما در پژوهش، توسعه تولید و دسترسی به درمان باید هماهنگی و همکاری داشته باشیم و اینجاست که همبستگی نقش مهم خواهد داشت تا این اطمینان به دست بیاد که راه حل‌هایی که علم پیدا می‌کنه می‌تونه به واقع برای همه دنیا تاثیرگذار باشه و نه فقط برای ساکنان بخش‌هایی از دنیا. دقیقاً همینطوره دکتر سومیا سوامیناتن. بسیار از شما سپاسگزارم که در برنامه هارت تاک همراه من بودید. ممنونم.